یه کار خیلی مهمی که به عنوان مرجع میشه ازش استفاده کرد سه تا کتاب هست که چاپ شده در حال حاضر. یکی به نام تجزیه و تحلیل و شرح ردیف موسیقی ایران هست که در واقع حلقه های مفقوده بسیاری پیدا شده در ارتباط با موسیقی قدیم ما، و میشه گفت که تا حدودی یک شرحی بر موسیقی قدیم هم هست که موسیقی قدیم ما اصولاً چی بوده، چگونه بوده و چگونه تجزیه و تحلیل و تشریح میشده. کتاب دیگری هم باز دارم که باز در نتیجه کارهایی که با ارکستر داشتم در زمینه آهنگسازی داشتم، باز هم به عنوان یک کتاب مرجع میشه تلقیش کرد. کتاب هارمونی موسیقی ایرانی است که اون راه و رسمی که برای هارمونیزه کردن نغمات در موسیقی ایرانی استفاده میکنیم این تشریح شده. ببینید یه وقت هست که در قدیم به هر حال اینجور که خود منم یاد گرفتم هارمونی رو اینجور یاد گرفتیم که هارمونی رو آثار موسیقی جهانی، مخصوصا موسیقی اروپایی و موسیقی کلاسیک، که چگونه به وجود اومده و چگونه استفاده شده و راه و روشش چی هست. خب اینا رو یاد گرفتیم، ولی این راه و روش در موسیقی ایرانی متفاوته. یعنی در موسیقی ایرانی صداهای نغمات ما، مقامات ما، گرایشاتشون متفاوت هست نسبت به نغمات و نوت‌هایی که در موسیقی کلاسیک هست. خب من این هارمونی رو بر اساس این گرایشات نوشتم که چه نوت‌هایی به سوی نوت دیگر گرایش پیدا میکنن و چگونه با هم دیگر تلفیق میشن، ترکیب میشن، آکور به وجود میارن، این آکورها به چه صورتهایی هست و نحوه اتصالشون با آکور بعدی چگونه است، و از این دیدگاه به اصطلاح مورد توجه قرار گرفته. و در حقیقت میتونم بگم حاصل یک عمر تلاش و تجربه خودم رو خواستم در این زمینه برای علاقمندان در این رشته به یادگار بذارم. کتاب دیگری به نام فرم آفرینش در موسیقی ایران دارم. ببینید ما در این زمینه اصلا کتاب نداریم. خب به هر حال یه جوانی است میخواد ببینه پیش درآمد اصلا چی هست، چگونه ساخته میشه، چهار مضراب چی هست، نمیدونم رنگ چی هست، تصنیف چی هست، اینها چگونه باید به وجود بیان، چگونه ساخته بشن، ساختار اینها تعریف داره. خب به هر حال باید تشریح بشه برای کسانی که هنرجوی موسیقی هستن، اگر خواستن تصنیفی بسازن بدانن که فلان آهنگساز معروف که تصانیفش مورد توجه هست در آثار خودش چه راهی رو رفته. مثلا مثال عرض میکنم، ببینید ما درویش خان رو که به عنوان یک موسیقیدان قدیمی میشناسیم که به هر حال خیلی موسیقیدان خوبی هم هست، به هر حال خود درویش خان هم در کلاس هایی که در دارالفنون زیر نظر موسیولومر تشکیل شد پرورش پیدا کرد و با نوت و با موسیقی علمی آشنایی پیدا کرد. خب قبل از او مثلا ما نمیبینیم که قطعاتی که در این زمینه مثلا پیش درآمد ساخته شده باشه وجود نداره. یعنی اولین کسی که آمد
و در قطعه‌ای ساخت چون قبل از درآمد نواخته می شده اسمش رو گذاشتن پیش درآمد. از اینجا در واقع یک جوری این مکتب آهنگسازی ما در ایران شروع میشه که یاد می گیرن که چگونه به صورت علمی باید کار بکنن. از در واقع آغاز دوران تجدد در این زمینه هست و رفته رفته خب علاقمندان دیگر مثلا فرض بفرمید که کسانی که خیلی آثارش حائز اهمیت است استاد ابوالحسن صبا هست. خب به هر حال قبل از او درویش خانی وجود داشته، علی نقی وزیری وجود داشته، کسانی بودند که در این زمینه کار کردند و بعد خب او آمده آثاری به وجود آورده. به هر حال اینها چیزهایی است که ما تاثیر گرفتیم، در این هیچ بحثی نیست. خود من به هر حال کار آکادمیک کردم، یعنی نمیتونم بگم که از موسیقی کلاسیک و غربی تاثیر نگرفتم. فراوان آموزش دیدم و تأثیر گرفتم، مطالعه کردم، تجزیه و تحلیل کردم. ولی خب اینها وقتی با موسیقی ایرانی اجرا میشه یه هویت دیگری پیدا میکنه. من یکی از شانسهایی که دارم این هست که این خوشبختانه به این هویت رسیدم. یعنی وقتی شما کارهای من رو میشنوید متوجه میشید که این صاحب این آهنگ کی هست، این آهنگ ها به کارهای کی شباهت داره و این خب نشان میده که به هر حال صادقانه در این زمینه زحمت کشیدم و کار کردم. شرح بی‌نهایت کدوم بود؟ شرح خاطرات خودمه. خاطرات خودم هست با همسر مرحومم آزرم که به هر حال خب یک نوع تاریخ موسیقی زمان خودم رو هم خواستم بنویسم. یک روز یکی زنگ زد به من از هنرستان تازگی ها، گفت در مورد فلان کس میخوایم نمیدونم صحبت کنیم فلان کنیم که در هنرستان. گفتم من آنچه که خودم خواستم در کتاب شرح بی‌نهایت نوشتم و تا اون اندازه لازم دیدم بنویسم. البته خیلی حرفای دیگر هست که میتونم بگم، ولی به نظرم همون اندازه‌ای که نوشتم کافیست، دیگر شما از من چیزی نپرسید. یه مجموعه مقالات دارم این با چاپ بشه. یه تحقیقی در مورد ریتم در موسیقی ایران داشتم که از در حقیقت رساله پایان نامه که میخوام اینو شرح و بستش بدم و ضمناً سرفصل تمام اون مطالبی که در دانشگاه تهران برای ریتم در موسیقی گرفته شده از همین رساله من هست. خودم هم سالیان سال اونجا درس دادم، ولی خب الان طرحی دارم که گسترشش بدم و به صورت یک کتاب جامع درش بیارم و همون شکل اصلیش که بوده هست که دکتر برکشلی و آیده لوی نظرشون این بود که همون موقع چاپ کنم سال 44، ولی مونده دیگه. فکر میکنم الان دیگه اگر عمری باشه بتونم که دستکاری کنم و یه خورده مفصلش کنم چاپ کنم، نه که همین شکل هست برای چاپ همون رو چاپ کنم دیگه. سه چهار تا کار دیگر هم دارم، مثلا مصاحبه هایی دارم جالبن، اینا مجموعه مصاحبه ها و مقالات علاوه بر اون مقالات. این سه سوژه فعلا در اولویت در مورد چاپ آثارم. کارهای دیگری دارم که خب حالا نمیدونم واقعا دیگه میرسم نمیرسم، کار ناتمام موندن. یعنی طرحهایی برای کار دارم که خیلی از کارهام رو هنوز اجرا نکردم، هی مونده که بهانه این که بخوام اینجاش عوض کنم موندن. و بعدم راستش کارها اونجور که دلم میخواد پیش نرفت، یعنی با تمام اون وعده وعیدهایی که دادن و گفتن همه چی درست خواهد شد و فلان اینا که دوباره به کار کشوندنم رفتم و اینا، ولی در عمل دیدم که محیط
کار نیست. این همه تلویزیون کارهای من رو یا دیگران رو داره پخش میکنه، یک چانه میگه این اثر مال فلان کسی، آن که دارید میشنوید اینو فلان ساخته. میدونید آسون نوشته نشده که، آخه چیز مادی که نداره، نفع مادی که نداره، نفع معنوی هم که میتونه داشته باشه که آدم دلش خوش کنه به اینکه بالاخره یادی ازش میشه، این هم که دریغ دارن. وسط کار هر کجا دلشون میخواد آهنگ رو نگه میدارن و خب این درست نیست. یعنی در هر حال آدم انتظاراتی داره که برآورده نمیشه و خب آدم میگه خب که چی چه بکنم، چقدر کار بکنم.